به وقت خشم و شهوت مرد کو، من به دنبال چنین انسان سختم کو به کو. موضوع امروزمون درباره عصبانیته. فرق عصبانیت با خشم در چیه؟ و چرا ما عصبانی میشیم، خشمگین میشیم؟ چه راهکارهایی رو میتونیم پیش بگیریم برای اینکه بر عصبانیت خودمون و خشم خودمون مسلط بشیم؟ اینها مواردی هست که به صورت کاربردی عملی و عملی با هم به بحث درباره اونها و ارائه راهکارهای کاربردی میپردازیم. طبق یکی از آمارهایی که ارائه شده در سال 92 در ایران 1600 درگیری در روز رخ داده که به پزشک قانونی منجر شده و در سال 92 به طور کلی 600 هزار درگیری رخ داده، یعنی تقریبا میشه گفت هر ساعت 70 درگیری و هر ماه 50 هزار درگیری رخ داده. خب ماجرا چیه؟ چرا آدم‌ها اون تسلطی که باید روی خشم و عصبانیت خودشون داشته باشن ندارن؟ این آمارها نشون میده که باید بر روی خشم و عصبانیت به صورت جدی‌تر کار بکنیم. چه راهکارهایی رو ما میتونیم پیش بگیریم؟ یکی از مهمترین چیزهایی که روانشناسا در مورد افراد خشمگین و انگر منیجمنت توضیح میدن و توصیف میکنن اینه که کمپلت اندیشه ها و افکار اشخاص خشمگین غلطه. در مورد اون خشمشون داریم میگیم، ما در مورد چرایی عصبانیتشون. گاهی اوقات شما حق دارید عصبانی بشید، خب، و درست هم عصبانی میشید، یعنی یک عصبانیت سازنده. عصبانیت سازنده چه عصبانیتیه؟ عصبانیتیه که تحقیر نمیکنه، خار و بیمقدار نمیکنه طرف مقابل رو، عزت نفس طرف رو نمیشکنه و محصولات خوبی داره، یعنی باعث تغییر در موقعیت، شرایط و اون فرد یا در خود شما میشه اگه خشمتون نسبت به خودتونه. اول یه تعریف کوتاهی از خشم و عصبانیت داشته باشیم، بد نیست. خشم در واقع یک احساسه، مثل شادی، مثل ترس. اما عصبانیت زمانیه که خشم به رفتار تبدیل میشه. گرفتید اینو؟ خب اینو داشته باشید. پس ما میخواییم کنترل بکنیم. پس خشم یک مسئله طبیعیه، یعنی یک احساس طبیعیه که همه ما داریم. خشم بده؟ نه، خشم یک احساسه. اما اون چیزی که در واقع مهمه عصبانیته، که شما عصبانیتتون یعنی رفتارهای خشمگینانتون قشنگ باشه، زیبا باشه و سازنده باشه. شاید شما بگید که مگه خشمم مگه میشه زیبا باشه؟ بله میشه، زمانی که محصول خوبی بده. پس ما حق داریم خشمگین بشیم، اما حق نداریم توهین کنیم. خشم آری، عصبانیت آری، توهین و بی احترامی هرگز. همین یه دونه رو اگر بگیرید خیلی از مشکلات ما اتوماتیکالی در بحث خشم حل میشه. اینکه ما توهین نکنیم، بی احترامی نکنیم. طرف وقتی عصبانی میشه چشمشو میبنده، دهنشو باز میکنه، هرچی دهنش میاد به زمین و زمان و حتی مثلا به عزیزان خودش، به خانواده همسرش شروع میکنه گفتن و این خیلی خطرناکه. شما نتیجه ای نمیگیرید از این از این ابراز خشمتون. پس راههای قشنگتری هست که شما خشمتون رو ابراز بکنید. اولین کاری که باید بکنید اینه که کمپلت سازمان یا نظام ذهنیتون رو تغییر بدید. این نظام ذهنی کمپلت داغونه، خرابه. این ماشینی که کمپلت باید اون در واقع موتورش رو عوض کنن، باید این موتور عوض بشه، یعنی این نظام ذهنی تغییر پیدا بکنه. مثلا این نظام ذهنی اولین قانونش اینه که
بایده، باید حتما، یعنی اون چیزی که این میخواد باید انجام بشه. تو نباید این حرفو بزنی، باید این کارو بکنی. من حق دارم که به این خواسته خودم برسم و باید به این خواسته برسم، باید اون چیزی که من میگم اجرا بشه. یه بایده، در واقع خیلی سرسخت و استی که محکمه، باید این اجرا بشه. این بایدو نرمش کن و میگی من حق دارم تو رو مجازات بکنم و تو شایسته مجازاتی. همه اینا غلطه. هیچ کس ذاتاً بد و شریر نیست. افراد خشمگین معتقدن که این طرف ذاتاً شریره. مثلا میگم فلان مورد پیش اومده، به فرض میشنوه که فلان آقا مثلا به همسرش خیانت کرده، یا مثلا فلان بچه دزدی کرده، مثلا فلان اشتباه انجام داده، درس نخونده، هر چیزی، هر مشکلی، میگه بزن لهش کن. باید این آدمو بگیری بزنی فلان، باید این آدما رو باید سریع اعدام کرد. من باشم همه اینا رو می‌ریزم تو دریا. می‌بینید چه عقاید وحشتناکی داره؟ یعنی بزن، بکش، نابود کن. می‌خوام هنین نرود به سنگ سخت. اینا اعتقاد افرادیه که دچار خشم‌های خیلی زیاد میشن. پس این نظام اعتقادی باید تغییر پیدا کنه. باید و نباید نرمش کن. بهتره. نه عزیز من، اینجوری نیستش که حتما اون چیزی که تو میگی درسته. نه، ممکنه طرف مقابل شما عقایده بهتری داشته باشه. از یه زاویه دیگه، از یه دید دیگه به مسئله نگاه بکن. شاید اصلا واقعیت چیز دیگه است. و تازه این اتفاقی که افتاده و تو انقدر ناراحتی، مزایایی داره، فوایدی داره، ادوانتیجایی داره. تو همش داری سیاه و سیاه و سیاه میبینی، کاملا تاریک و سیاه میبینی، در حالی که جنبه های مثبت و خوبم داره. پس اولین کاری که شما باید بکنید به عنوان فردی که خشمگینید و میخواهید عصبانیت و این خشم رو کنترل کنید، چطوری؟ تمایل ایجاد میکنید. تمایل در چی؟ در اون عقایدتون. میگید بهتره. تبدیل بایدها و نبایدها به گرایش و تمایل. بهتره که اینجوری باشه. اگه اینجوری باشه خیلی خوبه، عالی ترینه، مطلوب اینه. با این جملات این حس رو یکمی نرمش کن، بدون که برای اون اتفاق، برای اون موضوعی که رخ داد تو رو عصبانی کرده، برای خلاف میلته. حالا مثلا داشتی میمدی سر کار، مثلا ماشین از پشت زده به تو، یکی از همینایی که توی برج دوقلوی آمریکا نجات پیدا کرد همین ماجرا بود دیگه. میگفت جلسه کاری خیلی مهمی داشتم، داشتم میمدم، ماشین از پشت کوبید به هم، داغون شد، منم عجله داشتم، میخواستم هر چی دهنم بیاد بگم، بعد گفتم شاید مثلا خیلی توش باشه، شاید مصلحتی باشه. بعد هم اون هواپیما همه کشته شدن، زنده مونده بود. یه تعداد افرادی که بازماندگان اون ماجرا بودن، هر کدوم ماجراهای قشنگی دارن که براشون چه، مثلا یکیشون کفش پاش هی میزده تنگ بوده، بعد هی زمین و زمانو پشت میداده، بعد برمیگرده میگه زارم کفشمو عوض کنم، این لعنتی پدر منو در آورد، ولی خب نجات پیدا میکنه. به هر حال میخوایم بگیم که هر حادثه‌ای که رخ میده توش فوایدی هست. نرم، یعنی روحتون رو انعطاف پذیر و نرم کنید، میبینید که دیگه اون حالت خشم و عصبانیت رو ندارید. وقتی اینجوری باشید خیلی در واقع هم نرم باشید. دوم اینکه همه آدم ها رو خوب ببینید. این آدم ها خوبن، هیچ کس ذاتاً شریر و بد نیست. توی جلسه مشاوره بودیم، خیلی جالب بود، خانم آقا نشسته بودن، بعد اون خانم برگشت به من گفتش که آقای محمدی نیا، این شوهر من میبینی اینجا نشسته، خیلی ببخشید، این یه وحشی بود که دومی نداشت، جلوی خود خودش هم میخندید. گواره دکتر، نمیدونی ما کی بودیم چی شدیم. حالا یکی از ماجراش رو تعریف میگم، میگم من آدمی بودم که تو خیابون طرف حرف میزد، ترمز دستی رو میکشیدم بالا و میودم پایین، قفل فرمون و قمه و اینا، تا یه زخمی نمیزدم، آسیبی نمیزدم، آروم نمیگرفتم. یعنی یه همچین آدم وحشی. اما چطور میشه این آدم تغییر پیدا میکنه؟ میگه من اول نظام ذهنیمونو همونجوری که شما گفتی شروع کردم تغییر دادن. گفتم نه، بایدی نیست، حتما نباید خواسته من اجرا بشه، شاید مصلحت و خیریتی در این ماجرا هست. بعد شروع کردم به دوست داشتن آدم ها. گفتم آدم ها خوبن. میگه یه بار تو بلوار کشاورز داشتم میمدم تهران، یه وانتی بد در اومد از فرعی. من گفتم که ای چه خبرت، چرا اینجوری میاد؟ یه و یه فوش ناموس شد، خانم داشت میرفتم عروسی، یه فوش ناموس شد، دوز دستی رو کشیدم. خانم گفت چی کار میکنی؟ گفتم اون نترس. یه دستگل عقب گرفته بودم، یه شاخه گل کندم، رفتم جلوش گفتم که من عذر میخوام، من نوکر شما هم، ببخشید من بعد اومدم. طرف همینجوری نگاه کرد، گفت تو خدایی، تو امام زمانی، تو کی هستی؟ ببینید وقتی نظام ذهنی شما تغییر پیدا میکنه
و آدم‌ها رو خوب می‌بینید، نرم میشید در برابر هر حادثه‌ای که رخ میده. آقا آب ریخته زمین، که درشتش نکن، اسید که نریخته زمین، داد میزنی اونجوری، خب باید دستمال پاک میشه. دنبال راه حل باش. شیر سر رفته سر گاز، داد و فریاد داره خونه کسی بگم درست میشه. بابا چیه داغون میکنی خودتو؟ بادی لنگویجی تو عوض کن، یعنی اون زبان بدن رو تغییر بده. این بعد اینجوری نباش، اینجوری باش. وقتی شما اخم میکنی 43 تا مایچه درگیر میشه، وقتی میخندی 17 تا. یعنی خدایی کار کرده خندیدن آسون باشه، شاد بودن آسون تر باشه تا عصبانیت و خشم. هر 2000 اخمی که شما میکنی یه دونه چروک تو پیشونیت میفته. خب چرا عزیز من؟ پس از امروز زبان بدن تو تغییر بده، یه لبخند. ادبیات سیاه تبدیل کن به ادبیات سفید، یعنی نمیخواد تو کنترل کنی، فوش ندی، داده بید. نه، حرفای قشنگ یاد بگیر. قربونت برم عزیزم، فدای تو بشم جانم، ماه من، عشق من، دلبر گمراه من، از این حرفای قشنگ جانشین کن. یکی میگفت تصمیم گرفتم دیگه فوش ندم، گفتم نمیخواد فوش ندی، حرفای خوب جانشین کن، زیبا حرف بزن، فوش دادن خود به خود از بین میره. پس ادبیات سفید رو جانشین ادبیات سیاه کن، زبان بدن تو تغییر بده، اینکه احساست تغییر پیدا میکنه، عوض میشه، و نظام ذهنی تو تغییر بده. آدمها رو زیبا ببین، اتفاقات رو زیبا ببین، هیچ اتفاقی بد نیست، بدون که تمام اتفاقات دنیا زیبا و زیبا و زیباست. ایمان بیار، باور کن که تمام اتفاقات زیباست، اون وقت میبینی که چقدر تو آرام میشی و با آرامش، شادابی و نشاط و با انرژی میتونی زندگی بکنی. اینجوری میبینی که کاراییت هم صد چندان میشه. تمام اینا تحقیقات شده که خدمتون دارم عرض میکنم. کارایی شما وقتی مثبت اندیش و زیبا و خوشبین میشید، 31% مغز شما کاراییش افزایش پیدا میکنه. امیدوارم که لحظه به لحظه زندگیتون سرشار از عشق و آرامش باشه به جای خشم و عصبانیت. شاد و آرام و زیبا باشید.